مثل تندر و برق فرو می آید. ارتش آمریکا گرانترین و پرقدرتترین ارتش جهان که بارها اهداف سیاست خارجی واشنگتن را در میدان جنگ ممکن کرد. این قرش ها برای آمریکایی ها مایه افتخار است. برای آنها که با واشنگتن در می افتند مایه دردسر و یا بیشتر. حالا فرمانده کل همین ارتش باراک اوباما میدان جنگ تازه ای انتخاب کرده. این بار در دل واشنگتن و می خواهد بودجه بزرگترین ارتش دنیا را کم کند. فرمانده میدان جنگ دیده ای که بر کرسی وزارت دفاع نشسته و قرار است سناتورها را متقاعد کند که علارغم 75 میلیارد دلار کاهش بودجه در بر همان پاشنه قدیم خواهد چرخید. هیچ ارتشی در جهان نیست که به گرد آمریکا برسه. به هر معیاری که حساب کنید، چه کیفیت نیرو، چه سازماندهی، چه پیشرفت تکنولوژی، چه منابعی که استفاده می‌کنیم، این اولین بار در 13 سال گذشته است که بودجه‌ای که به کنگره ارائه می‌کنیم بر اساس جنگ نیست. این نمونه برتری بی‌برو برگرد قدرت نظامی آمریکاست. 11 ناو هواپیمابر که آمریکا را صاحب بزرگترین ناوگان هواپیمابر جهان می‌کند. در هر بحران اولین سوال این است که ناوهای هواپیمابرمان کجاست؟ هر ناو 4.5 هکتار قلمرو خودمختار به آمریکا می‌دهد تا در هر نقطه از آب‌های جهان بی‌نیاز از پایگاه در کشوری سوم بجنگد. عملیاتی نگه داشتن هر ناو روزانه 1.5 میلیون دلار هزینه دارد. این قول آهنی ستون فقرات نیروی دریایی آمریکاست. روزانه 5000 نفر از عضوهای نیروی دریایی آمریکا اینجا کار میکنن که اون را همراه با جت‌های جنگنده‌ای که روش هستن عملیاتی و آماده برای عملیات در آب‌های خاورمیانه و اطراف اون نگه دارن. منتها حتی این قول که فقط 10 تا ازش در جهان وجود داره و همشون مال آمریکا هستن هم نتونست از کاهش بودجه دولت آمریکا در امان بمونه. ناو هواپیمابری که من 24 ساعت را در آن گذراندم به نام جورج بوش پدر نامگذاری شده و اگر کنگره به دادش نرسد در جوانی بازنشسته می شود. عمر هر ناو هواپیمابر نیمیتز که با سوخت هسته‌ای کار می کند 50 سال است. اما برای عملیاتی ماندن باید بعد از 25 سال تعمیر و بروز شود. صورت حساب بروز شدنش حدود 6 میلیارد دلار است. و نیروی دریایی آمریکا میگوید با کاهش بودجه بخش‌های دیگر توانسته فعلا تا 2 سال پول لازم را برای آن جور کند. تنها چیزی که ما نمی‌خوایم نیروهای ما روی کشتی نگرانش باشند کاهش بودجه است. اگه بودجه‌مون رو کم کردن راهی برای کنار اومدن باهاش پیدا می‌کنیم. من فکر می‌کنم که بودجه لازم برای آموزش و ادامه ماموریت‌ها رو داریم. هزینه بالای این شهرهای فولادی که 1 قرن از ورودشان به ماشین جنگی آمریکا می‌گذرد چنان بالاست که عده‌ای آنها را برای مقابله با تهدیدهای دنیای مدرن امروز بدون کاربرد می‌دانند. پنتاگون به دنبال بروز کردن این ناوگان ساخت هواپیماهای بدون سرنشین ویژه ناوهای هواپیمابر را به مناقصه گذاشته. و ناو جورج بوش اولین ناو هواپیمابری است که صعود و فرود آزمایشی یکی از آنها را تجربه کرده. شاید همین صعود قیمت سهام شرکت‌های دفاعی را همزمان با اعلام کاهش بودجه پنتاگون توضیح دهد. کاهش بودجه قرار است پول لازم برای خرید قابلیت‌های تازه در جنگ سایبری و تکنولوژی‌های دفاعی جدید دیگر را از پیمانکاران دفاعی تأمین کند. در این میان به نظر می‌رسد بازنده ترین 80,000 سربازی هستند که کارشان را از دست می‌دهند و در بازاری که کسی به سر و کله زدن با روح زخمی از جنگ برگشته ها کاری ندارد به خیلی بیکاران قبلی اضافه خواهند شد. مهنوش پورزیایی، BBC، عرشه ناو جورج H. بوش.